سلام در روند طراحی سر رسیدیم به حالت نیمروخ بریم درسمون رو شروع کنیم نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه ما روش لومیس رو برای طراحی سر انتخاب کردیم ایشون در کتاب طراحی سر و دست به طور کامل به این مبحث پرداختن میتونید به کتابشون مراجعه بکنین آقای استن پروکوپنکو این مبحث رو بندی کردن و حالا خلاصش کردن از ایشون هم کمک گرفتیم در بخش اول حالت سرخ رو بررسی کردیم در بخش دوم حالت تمام رخ رو و الان میخوایم به نیم رخ بپردازیم که به نظرم از بقیهشون آسون تره اگر بخش اول دوم رو ندیدین حتما این ویدیو رو باز بزنین اول اون دوتا قسمت رو ببینین بعد برگردین اینجا با هم ادامه بدیم این مباحث طراحی سر و صورت رو توی پلیلیست مخصوصش قرار میدیم که در ادامه هر موقع که دوست داشتین برگردین هر قسمتی رو نگاه بکنین بتونین داخل این پلیلیست ویدیوها رو به راحتی پیدا بکنین قبلا گفتیم جمجمه رو یعنی قسمت ثابت سر رو میشه به صورت یک کره تصور کرد و این قسمت رو که یه مقدار صافه و فرو رفته است یه برشی از این کره ایجاد کردیم پس من طبق روال گذشته یک دایره رسم میکنم و بعد داخلش یک دایره دیگه ترسیم میکنم که اون قسمت برش خورده است این دو تا دایره با هم هم مرکز هستن دقت کنید که این دایره از کنار ابرو شروع شده و کامل گوش رو در بر گرفته این خیلی مهمه که بهش دقت بکنید مخصوصا تو این حالت رخ. گفتیم که میتونیم از بالای گوش تا ابرو با یک خط وصل کنیم وقتی سر میره بالا این خط شیب میگیره به سمت بالا و برعکس وقتی سر میاد پایین شیب این خط به سمت پایین میشه دقت کنید که در طراحی تون این خط رو وسط دایره رسم بکنید از روبرو رو وقتی نگاه میکنیم برای ابرو مثلا میشه یه خط روی این دو تا ابرو در نظر گرفت که اگر این رو ادامه بدیم به این خط گوش تا بالای ابرو متصل میشه در حالتی که کاملا سر نیمروخ قرار گرفته این دوتا خط تقریبا در یک امتداد قرار دارن و این کاملا صافه ولی وقتی سر به این حالت میچرخه قسمت ابرو ببینید اینجا یه انحنایی ایجاد میشه به سمت بالا و وقتی سر میچرخه به سمت ما این انحنا برعکس میشه در حالتی که من دارم کاملا نیم رخ ترسیم میکنم این دوتا در امتداد هم هستن پس من این خطم رو میتونم ادامه بدم. رسم یک خط عمودی در این قسمت میتونه خیلی کمک بکنه چون بعدا برای پیدا کردن چانه به این خط احتیاج داریم. از طرفی خط جلوی صورت رو میخوام مشخص بکنم میتونم در این قسمت یه خط موازی اون خط عمودی رسم بکنم و بیام تا پایین. ببینید این خط جلوی صورت تو آدم های مختلف متفاوته چون چهره های مختلف در حالت نیمروخ به فرم های مختلفی دیده میشه فرم فک آدم با هم دیگه فرق میکنه بعضی ها چونشون یه مقدار جلوه بعضی ها چونشون یه مقدار عقب، بعضی ها کلن این قسمت جمجمشون متفاوته و در این قسمت گرد صورتشون برجسته است بعضی ها این قسمتشون تخته به خاطر همین ما تو این قسمت اول یه خط صاف میتونیم رسم بکنیم بعد به تناسب چهره اون آدمه به این خط انحنا میدیم حالا یا یکم میاریم بهش بیرون یا یک کم شیب میدیمش به داخل اینو دیگه بر اساس صورت اون شخص میتونیم تغییرش بدیم طبق قانون یک سوم که قبلا در موردش صحبت کردیم این اندازه حدود بینیه همون اندازه میرم بالا جای پیشانی مشخص میشه و همون اندازه میام پایین و حدود چونه رو تعیین میکنم بعد هم میتونم انحنای جلوی صورت رو بذارم و فکر رو بسازم این قسمت پشت سر در جمجمه یک دایره کامل نیست یعنی اینجا یه مقداری فرو رفتگی داریم پس این قسمت رو رسم میکنم و بعد از اینجا گردن شروع میشه و شروع میکنم به ترسیم کردن گردن بعد از اینکه فرم سر رو رسم کردیم اجزای صورت رو بهش اضافه میکنیم در حالت نیمرخ وقتی سر میره بالا تنها تغییری که ایجاد میشه توی فرم گردنه وگرنه جمجمه همون حالتی رو که داشت فقط میچرخه به سمت بالا که این چرخش رو ما با خط اتصال گوش و ابرو میتونیم مشخص بکنیم. بنابراین توی طراحیش بعد از اینکه دو تا دایره رو رسم کردیم شیب این خط رو مشخص میکنیم. بعد خط عمودیش رو میکشیم. موازی با اون خط جلوی صورت اندازه بینی رو مشخص میکنیم. بعد چانه و پیشانی بعد از اینکه این فرم ها رو تشکیل دادیم میایم سراغ گردن در این حالت فرم گردن فرق میکنه ببینید قسمت جلو کمی بلندتره و قسمت پشتش یه مقدار کوتاهتر دیده میشه در این حالت سر رو به روه آروم آروم سرش رو میبره بالا و ببینید چه اتفاقی برای گردن میفته قسمت چانه از بدن دورتر میشه و پشت سر به بدن نزدیکتر میشه حالا حالتی رو ببینید که سر کاملا نیمرخ نباشه و یه مقدار بره به پرسپکتیو در این وضعیت چه اتفاقی میفته یه مقدار اندازه سر کوتاهتر دیده میشه به خاطر نکته فورشورتنینگ که قبلا توی درس پرسپکتیو گفته بودیم قسمت جمجمه چون یک کرس اندازش تغییر نمیکنه دیگه این کره هر چقدر به چرخه تو همون حالتی که بود باقی میمونه اما قسمت برش خورده ای کنار سر چون به فرم یه قسمت تخته و ما برشش زدیم یکی دایره است دایره وقتی میره به پرسپکتیو به صورت بیزی دیده میشه بنابراین این قسمت یک مقدار کوتاهتر از اونچه که هست رسم میشه و به صورت یه بیزی تقریبا افقی در میاد خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنین و اگر دوست این در درس بعدی با ما همراه باشین سابسکرایب کنین. در درس بعدی من دیگه میتونم اجزای صورت رو شروع بکنم و بعد در نهایت یه سری چهره کامل با هم ترسیم میکنیم. شاد و سلامت باشین.